به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به سه خبر فوری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان پسران مسئولان این گروه که در ادارات دولتی زیر چتر پدرشان استخدام شده بودند را منفک کرده است. اداره امور حکومت طالبان شنبه 27 اوت این فرمان را منتشر کرده است. در فرمان رهبر طالبان آمده است که مسئولان وزارت‌ها و ریاست‌های مستقل از استخدام افراد بر اساس تعلقات خویشاوندی و روابط شخصی جداً خودداری کنند. به نقل از اداره امور حکومت طالبان، در فرمان هیبت الله آخوندزاده آمده است مسئولان تمام ادارات اماراتی در صورتی که یک یا چند پسر خود را در اداره زیر چتر خود مقرر نموده باشند، پس از ابلاغ این حکم پسران آنان منفک هستند و در عوضشان باید افراد دیگر گماشته شوند. در حال حاضر اکثر کارمندان پایین رتبه ادارات دولتی کسانی هستند که در حکومت پیشین استخدام شده بودند. در حکومت پیشین بستهای ادارات دولتی از طریق آزمون رقابت آزاد استخدام می شدند. در حال حاضر اکثریت بستهای عالی رتبه ادارات دولتی اعضای طالبانند که حکمی استخدام شدند. گفته می شود در بستهای پایین رتبه برخی ادارات نیز افراد استخدام شدند که با اعضای طالبان شناخت داشتند. سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان در دیدار با محمد خالد عنفی، سرپرست وزارت امر و معروف و نهی از منکر طالبان، گفته است که در ایران صدها هزار مهاجر افغان به سر میبرند و سپردن سفارت این کشور در تهران به طالبان یک نیاز بود. وزارت امر و معروف و نهی از منکر طالبان شنبه 27 اوت از دیدار حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان، با سرپرست این وزارت خبر داده است. بر اساس اعلامیه این وزارت، آقای قمی در این دیدار مسئله حقوق بشر و حقوق زنان از جمله من آموزش زنان و افغانستان را یک مسئله داخلی دانسته و گفته است که ایران نه به کسی اجازه دخالت در امور داخلی خود را می دهد و نه به امور داخلی کشور دیگر دخالت می کند. با این حال او خواستار حل معضل تعلیق و من آموزش زنان شده است. ادعی به مسائل حقوق زنان می پردازند که حقوق زنان در اصل ارزش به آنها ندارد. موضوع تعلیم و تحصیل زنان و دختران مسئله داخلی افغانستان است که به شکل درست آن باید حل گردد. در جریان این دیدار سرپرست وزارت امر و معروف و نهی از منکر طالبان همچنان مدعی شده است که این گروه در نظر داشت احکام شرعی به تامین حقوق زنان متعهد است. و در پایان، زمین لرزه شمال شرق افغانستان را لرزاند. زلزله نسبتا شدید بامداد امروز در برخی استان‌های شمال شرق کشور به وقوع پیوست، اما از خسارات آن اطلاع داده نشده است. خبرنگاران محلی ولایت بغلان میگویند که در ساعت 4:31 به وقت محلی یک زمین لرزه شدید بسیاری از مردم را از خواب بیدار کرد. تا کنون از خسارات این زمین لرزه اطلاع داده نشده است. از سوی دیگر، منابع بین المللی رصد زلزله مرکز این زمین لرزه را در 6 کیلومتری ولسوالی فرخار ولایت تخار گزارش دادند. سازمان لرزنگاری ایالات متحده آمریکا شدت این زمین لرزه را 4.9 درجه ریشتر اعلام کرد. همچنین این زمین لرزه در بدخشان، کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، پنجشیر، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کابل و برخی مناطق دیگر احساس شده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.